یک کوه قد البرز بر شانه دارم امشب، یک حقیق خموش شاهانه دارم امشب. رفتی کجا شتابان ای آفتاب تابان، یک آسمان پر از ابر در خانه دارم امشب. عرض ادب و احترام به یک زن بزرگوار، پاک، مهربان، انسان از میان ما رفت که خانواده ما با آشنایی دیرین به او داشت، شخصیت نازنین، همسر آقای محمود خیامی، یکی از پیشگامان صنعتی کردن کشور. اینا از دوره نوجوانی با هم بودن، با هم ازدواج میکنن در سایه یک عشق دیرپا که تا آخرین دم حیات ادامه پیدا کرد. فرزندان خوبی به جامعه داد. مهرداد که متاسفانه گذاشت و رفت در جوانی، اون فوان جوانی، مرسده، شهرزاد، علیداد، همه شخصیت های نازنی که در دامان یک مادر بزرگ پرورده شد. نمیدونم چی بگم. به هر حال فقدانش خیلی غم انگیزه برای خانواده ای که همیشه زیر سایه این مادر بزرگ و عاشق زندگی کرده. و از تسلیت به خاطر سفر جاودانگی خانم گیتی خیامی به آقای محمود خیامی، فرزندان نازنینش، همه اونها و خانواده بزرگ خیامی. اول که احمد آقا رفت و بعد یکی بعد از دیگری مهرداد و حالا گیتی خانم که در لندن اما آمد در کنار فرزندش باشه در همین لس آنجلس. عجیبه روزگاری ایرانی ها ناچارن در غربت با زندگی بدا کنن، در غربت دور از میهن. اینم از اتفاقات، از پدیده‌های حیرت انگیز و غمناک سرزمین و میهن ماست. ما که قادر نیستیم مشکلات خودمون رو، بحران‌ها رو، درگیری‌ها رو، هر چی که هست در درون ایران حل بکنیم. همه چیز رو سعی می‌کنیم احاله بدیم به فراتر از مرزهای این مملکت. خیلی غم‌انگیزه. خداحافظی و وداع با عزیزان و جگرگوشگان. تسلیت به آقای احمد خیامی عزیز. تسلیت. آخ خیلی غم انگیزه. خب همینانم در برنامه امروز دو شخصیت همزمان با ما هستند. آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز که از راه دور آمدند و آقای حسن دایی عزیز در کنتیکت. دیدم که تقی‌زاده و دایی چه علاقه‌ای به هم دارن، از راه دور همدیگر هم هیچ‌وقت ندیدن ولی کارهای هم رو مطالعه میکنن. و آقای دایی الان میگفتن که تقی‌زاده یکی از نخستین کسانی بود که مسائل هسته‌ای ایران رو در کمال صراحت روی میز گذاشت در تحقیقات و بررسی های جانانه‌ای که کرد. درود بر شما تقی‌زاده عزیزم. سلام به شما. خیلی خوشحال از شما. خوش آمدید. و خیلی خوشحال از اینکه این پنل رو با چهره بسیار با ارزش آقای دکتر حسن دایی من همراه هستم. آقای دایی درود بر شما. سلام آقای مهبودی عزیز، سلام خدمت دکتر تقی‌زاده و درود به همه هموطنان. من هم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. باعث افتخار منه. قربان شما. خب آقای فکر می‌کنید اولین سوالی که میشه از آقای دایی کرد چیه؟ شما بکنید، ما گوش می‌کنیم. من خیلی دلم می‌خواست شاید در یک پنلی مشترک با آقای دکتر دایی شرکت می‌کردم در این سفرهای متعددی که ایشون می‌کنن. حالا فرصتی است که روبروی هم باشیم. یک مقدار شاید من خودم علاقمندم از اینکه بپرسم آقای دکتر دایی روزانه چه می‌کنند و برای فردای ایران چه تصویری رو در ذهن دارن و مسائل امروزی ایران رو ایشون چطور می‌بینن. ما همه ما یک جوری آقای می‌بودی از دور و نزدیک دست بر آتش داریم ولی همچنان مشتاقیم از درون ذهن دوستان هم طرز فکر اونها رو، نظرهای اونها رو بیرون بیاریم. واقعا شما چه فکر میکنید؟ بله عرض کنم که لسترن دکتر تقی‌زاده، البته من دکتر نیستم این رو تصحیح بکنم. من اجازه بدید در آغاز اشاره بکنم به مطلبی که آقای مهبودی شما فرمودید در مورد دکتر تقی‌زاده
من یه توضیحی بدم که شاید شروع خوبی باشه برای پاسخ به سوال دکتر تقی‌زاده. ببینید، برای من مسئله هسته جمهوری اسلامی فاجعه است، صدها برابر بدتر از جنگ با عراق که 8 سال طول کشید. در آن زمان کمتر کسی موقعی که جنگ بود جرأت میکرد کل جنگ رو زیر علامت سوال ببره که برای چی بعد از که شما خرمشهر رو باز پس گرفتید به این جنگ ادامه میدید. 6 سال این جنگ رو اضافه ادامه دادن، صدها هزار نفر کشته شدن، مملکت ما 100 سال به عقب رفت، تمام زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی به هم ریخت، دیکتاتوری خمینی خودش رو تثبیت کرد و اون موقع کسی نمیگفت. و همین الان هم که وقتی ما داریم صحبت میکنیم، این حرفای نعیمه اشراقی که سرصدا کرده هنوز برای خیلی ها مشخص نیست که این 6 سال آخر جنگ با عراق ضد ایرانی بود، ضد ملی بود و مملکت رو نابود کرد. برنامه هستی هم به همین ترتیبه. واقعش اینه که در داخل کشور سانسور بسیار سختی حاکمه، گهگاه بعضی ها جرأت میکنن سخنی بگن، یک کمی پرده رو کنار بزنن. آقای احمد شیرزاد که نماینده مجلس بود، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت که در مناظره، یکی دو بار مصطفی تاج‌زاده، چند بار هم صادق زیبا کلام، گهگاه راجع به ابعاد فاجعه بار برنامه هسته‌ای که هیچ چیز ملی نداره اینو اومدن توضیح دادن. در خارج کشور هم متأسفانه به غیر از یکی دو گروه سیاسی که از روز اول جدی در مقابل این برنامه ایستادن، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی کمتر موضع گرفتن. برای من وظیفه خودم میدونم که در اینجا باز هم رسما از آقای دکتر تقی‌زاده به عنوان یک ایرانی تشکر کنم که ایشون از همون روز اول با دسترسی که به رسانه‌های مهم داشتن ابعاد فاجعه پار این برنامه هسته‌ای رو روشن کردن، ذهن خیلی رو روشن کردن و من وظیفه خودم میدونم که تشکر کنم و ادامه بدیم به این میزان به این افشاگری ها. این شروع داستان و من فکر کنم باز هم وظیفه همه ماست که اول از همه روشنگری کنیم. مهمتر اینه که ببینید الان رفتن در ژنو، میبینید که ظریف شده قهرمان ملی. ظریف کسی که رفته اونجا با توهمات که داره، حالا صحبت خواهیم کرد، که این پروژه ضد ایرانی و ضد ملی رو بتونن به سرانجام برسونن به نفع نظام و خیانت به ملت. بنابراین من فکر کنم وظیفه من خودم لااقل وظیفه خودم میدونم که این روشنگری ها رو بکنیم، مردم آگاه بشن، دست حکومت رو برای عوام فریبی و سوء استفاده از احساسات میهنی یا مذهبی مردم ایران ببندیم، نذاریم پروژه های ضد ملی خودش رو پیش ببره. کار بسیار دشواریه، ولی ما حتما تضمین ندادیم که تک تک ما تشکیل آلترناتیو بدیم، نمیدونم رژیم رو سرنگون کنیم. در همین میزان هم که میکنیم وظیفمون رو انجام دادیم و بسیار هم با ارزشه. خب آقای تقی‌زاده، تا چقدر میشه اعتماد کرد به مجموعه گمانه‌زنی هایی که درباره پیشنهاد ایران شده؟ گفتن که ایران گفته تعلیق میکنن، تعلیق غنی کردن اورانیوم 20% رو تبدیل به میله سوخت میکنم و بعد هم در مورد آب سنگین عراق. تا چقدر میشه گمانه‌زنی ها رو باور کرد؟ اول آقای میبودی اجازه بدید من به نوعی غیر مستقیم برگردم به مطالبی که جناب دایی مطرح کردن و یک خاطره خیلی کوتاه بگم، بعد پاسخ پرسش شما رو خواهم داشت. زمانی که من در تهران برای انجمن شهر داوطلب بودم و بعدم به هر حال به انجمن راه پیدا کردم، با دوستی آشنا شدم که این دوستی بعدن شکل گرفت، آقای به اسم آقای هرمزی که پیشگام تبلیغات در ایران بود. بله. و شیوه های تازه تبلیغاتی امریکا رو ببخشید به ایران آورده بود و تبلیغات بلیط های بخت آزمایی رو هم او به عهده داشت. درسته. ایشون مسئول تبلیغات انتخابات من هم بود و دوستانه این کار انجام میداد. یه روز ازش پرسیدم که این همه که آگهی به دیوار و روزنامه و هر کجا که آدم میره این رو میبینه در جیب هر آقا، کیف هر خانم، و آخر سر یک چیز نسبتاً ساده و نه خیلی با ارزش بیرون میاد، این ارزش کار رو کم نمیکنه؟ گفت نه، من میدونم حتی بعضی از آدم ها عصبی هم میشن، حتی ممکن است که وقتی این آگهی رو میبینن اگر رادیو یا تلویزیون اون رو هم ببندن، ولی اسم اون چیزی که من تبلیغ میکنم توی ذهنشون میمونه.
این مشتری من میشن، میان اون رو میخرن. نکته‌ای که آقای دایی بهش اشاره کردن، من به دفعات مسائل مربوط به برنامه‌های اتمی رو شاید به نوعی تکرار میکنم، ولی در این تکرار که اون شکل تبلیغاتی شاید هرمزی و فاکوپا رو داره، دلم میخواد ابعاد این فاجعه رو حتی در کلمات کوتاه طوری بیان بکنم که به دل بشینه، به چشم بشینه، به ذهن بشینه، حداقل به یاد بیاد. این آقای میبودی دردناکه که میرن به ژنو دو، به نتیجه نمیرسن و موکول میکنن این مورد رو به ماه نوامبر 7 و 8 دوباره بشینن صحبت بکنن، بدون اینکه به مردم آگاهی بدن. همین یک روز که از حالا تا 7 نوامبر این قضیه بدون رسیدن به نتیجه ادامه پیدا میکنه، زیانی که مردم ایران میبرن چقدره؟ مردم ایران روزانه تا 500 میلیون دلار فقیرتر میشن نسبت به روز قبل. یعنی ادامه وضع موجود که مستقیما نتیجه پیگیری برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، زیان اقتصادیش برای مردم ایران 500 میلیون دلار در روز، 500 میلیون دلار. اگر این رو مسئولین جمهوری اسلامی باهاش در تعارضن، بیان در هر بحث بازی اون رو مطرح بکنن، اجازه بدن همین روزنامه‌های نیمه بسته داخلی این رو به بحث جامع بگذارن. این حق ملی نیست، این فاجعه ملی است. جالب. حالا در مورد اینکه این مذاکرات آیا به نتیجه خواهد رسید یا خیر، من آخر کلام میگم آقای میبودی، اگر قرار باشه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک شورای امنیت یا آمریکا توافقی صورت بگیره که در نتیجه اون توافق خواسته های جامعه جهانی تأمین بشه، یا به صورت گام به گام یا یک جا، ماهیت جمهوری اسلامی باید تغییر کرده باشه و جمهوری اسلامی آماده گذشتن از این پل نیست. بنابراین اون چه که انجام میگیره، یعنی با تغییر هویت بده، این نظر من، اگر جمهوری اسلامی به این تعهد گردن گذاشت، اون رو اجرا کرد و به یک توافق ماندگار قابل بازبینی تن داد، جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نیست. بنابراین اون کسانی که خودشون رو مدعی جمهوری اسلامی میدونن، نظیر کوثری در کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی، یا کسانی که به عنوان فرمانده در سپاه نشستن، یا اصولگرایانی که در بخش‌های دیگر حاکمیت جا خوش کردن، این اجازه رو به دولت که بخش کوچکی از حاکمیت هست در نهایت نخواهند داد، ولی به اونا فرصت دادن که یک پنجره رو باز بکنن، پنجره برای حاکمیت نه برای مردم، که از این وضع بحرانی بیرون بیان و فرصت ندن که این وضع بحرانی به وضعیت فروپاشی منتقل بشه. وقتی که نفس کشیدن، طبیعتاً بازی دیگری خواهند داشت. آقای دایی عزیز، در رابطه با سخن آقای دکتر تغییرزاده به من بفرمایید که آیا در جمهوری اسلامی آمادگی وجود داره که اینها تغییر هویت بدن؟ بالاخره شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ضدیت با آمریکا، اینا همه جزو به اصطلاح گوهره حضوری و وجودی جمهوری اسلامی است. آیا این آمادگی برای تغییر ماهیت هست؟ تغییر هویت و ماهیت هر دو؟ عرض کنم که من هم کاملا موافقم با مطالبی که فرمودن آقای دکتر تغییرزاده. همچین چیزی هم اتفاق نخواهد افتاد، من اینکه مجبور بشن، حتی در مورد برنامه هسته‌ای هم این احتمال هست، موقعی که خطر سقوط رو ببینن، یعنی ببینن این تحریم ها داره تبدیل به اهرمی برای ساقط کردن حکومت میشه، چه بسا دستشون رو بالا ببرن، ولی هنوز آثاری از او رو ما نمیبینیم. آنچه که من دارم برعکس میبینم اینه که جواد ظریف و حسن روحانی، اینا با تجربه‌ای که در سال 2003 داشتن، تونستن سر اروپا رو کلاه بگذارن به قول خودشون و مثلا یه توافق رو اعلام بکنن، پنهانی کارایی بکنن، فکر میکنن خیلی زرنگن، چون به این 10 سال که نگاه میکنن میگن مثلا ما اون موقع 150 تا سنتریفیوژ داشتیم، الان 18-19 هزار تا سنتریفیوژ داریم، مثلا این رو برنده میدونن برای خودشون، در صورتی که همونطور که اشاره فرمودن آقای دکتر تغییرزاده، ضرری که داره به ساختهای به تمام سرمایه های ملی کشور میخوره اصلا حساب ناشدنیه. اما دنبال چیان؟ سوای اون تجربه‌ای که دارن فکر میکنن میتونن تکرار بکنن، من از مجموعه بحثایی که خود ظریف کرده، روحانی کرده، صحبتایی که در نیویورک کردن که اینها رو جمع میزنن، به لغتی میرسم که اتفاقا امروز صبح نگاه کردم در لغتنامه ده خدا که مبادا اشتباه بکنم،
مالی خولیا، یعنی توهمات عجیب و غریب، آرزوهای انجام ناشدنی. چون جواد ظریف به اصطلاحی که رؤسای کسانی هستن تو وزارت خارجه، به اینها میگن حلقه نیویورک. اینا روز اول تو نیویورک بودن با کمال خرابی، کمال خرازی سفیر جمهوری اسلامی شد، ظریف اومد تهران با صادق خرازی، و الان اکثر مدیر کلهای مهم وزارت خارجه الان همون حلقه نیویورک هست. اینا به خاطر تماسی که با محافل آمریکایی، به خصوص بعد در دوره رفسنجانی محافل طرفدار مماشات که وابسته به کمپانی‌های نفتی هستن و گروه‌های ضد اسرائیلی در آمریکا هستن، اینها یه تصورات، یه خیالات و توهماتی که مجموعش میشه مالی خولیا دارن. هرچی که جواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس چند هفته پیش در بازگشت از نیویورک گفت، گفته بود ما اگه کارت‌های برندمون رو خوب بازی بکنیم، آمریکا و اسرائیل رو شکست میدیم. ببینید چه توهماتی. اینا تصور میکنن که این مذاکرات رو هکش بدن، یک مثلا آجر از تحریم‌ها بکنن که این دیو کل بنای تحریم‌ها فرو بریزه. تبلیغات ضد اسرائیل رو همونطور که امروز ظریف در فیسبوک شروع کرده علیه اسرائیل افزایش بدن، با دور زدن اسرائیل در آمریکا، با تکیه به قراردادهای نفتی چرب و نرم و محافل طرفدار مماشات، فکر میکنن گزینه‌ای که دارن که به قول ظریف به گزینه برد برد معروف شده، یعنی اینکه آمریکا بپذیر، مجبور بشه بپذیره جمهوری اسلامی با هژمونی در منطقه و با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای، اینا فکر میکنن میتونن اینو تحمیل بکنن. این خواب و خیالی که مملکت رو نابود خواهد کرد، توهمی که به خامنه‌ای گفتن شما قصه نخور، ما با این کارت‌ها جلو خواهیم رفت. یک توهم و مالی خوری‌هایی که اگر تاکنون مملکت رو نابود کرده، باز هم بیشتر نابود خواهد کرد. این نکته‌ای که آقای دایی میگن نکته درستی است. حداقل در کلیات دولت کنونی با حضور این دو فرد، یعنی حسن روحانی و همینطور جواد ظریف، به دنبال این هستند که نفت رو به عنوان یک کارت برنده در یک دست داشته باشند و نیازها برای تثبیت اونچه که به عنوان حق ملی ازش یاد میکنن، یعنی غنی‌سازی رو در دست دیگه. شما در یک دست به ما امتیاز بدید و این حق رو به رسمیت بشناسید و ما هم دست شما رو در بهره برداری از منابع نفت و گاز بزرگترین ذخیره دار دنیا باز میگذاریم. ایران مجموعه ذخایر نفت و گازش، یعنی توامان، در اندازه است که ایران رو از این لحاظ در مقام اول دنیا میگذاره. اولین ذخیره گاز دنیا رو داره و یکی از چهار دارنده ذخایر بزرگ نفت خام دنیا هم ایران هست. طبیعتاً این ثروت بزرگی است. درسته که آمریکا در حال کاهش مصرف و کاهش واردات نفت و به نوعی ظرفیت تولیدش در حال افزایش، آمریکایی که همچنان بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست و به هر حال نزدیک به 45% از نیازهاش رو هنوز از خارج از آمریکا وارد میکنه، اگرچه خاورمیانه منطقه ایران تامین کننده اصلی نیازهای نفتی آمریکا نیست. این نفت از کانادا و مکزیک و ونزوئلا خیلی بیشتر تامین میشه تا از ایران، ولی به هر حال شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا بیشتر دارای سرمایه آمریکایی هستند و آمریکایی‌ها در منابع نفتی منطقه‌ای که در ایران در اونجا قرار گرفته، یعنی منطقه خزر در شمال ایران و همینطور منطقه خلیج فارس در جنوب، مناطق با اهمیتی هستند که میلیاردها دلار سرمایه‌ها آمریکایی رو جذب کردن. طبیعتاً ایران هنوز در بسیاری از موارد یک ذخیره استفاده نشده است و این دارایی‌ها با وجود تغییر وضعیت انرژی در آمریکا هنوز دارای اهمیت هستند. بنابراین ایرانی‌ها به صورت بالقوه این بازی رو ارائه می‌کنند. اون چیزی که به دست میارن یا فکر می‌کنن میتونن به دست بیارن این است که حق غنی‌سازی اورانیوم رو برای اونها تثبیت شده تأمین بکنن و اینها به ظرفیتی برسن که بهش ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی میگن، که اگر زمانی خواستن بتونن تبدیل به اون نیرو بشن و اگر که این ظرفیت رو ایجاد کردن به عنوان قدرت بالقوه از اون در معادلات قدرت منطقی بتونن استفاده بکنن. ولی آیا این بازی به نتیجه خواهد رسید؟ طبیعتا آقای اوباما به اون
به این طرز فکر خیلی کمک کرده. گرایش‌هایش که نسبت به کشورهای مسلمان اسلامی داره به این امر کمک کرده. گرایش‌هایی که برای پرهیز از جنگ در ذهن او هست به این طرز فکر کمک کرده و شاید یه مقدار تمایلات نه ضد اسرائیلی، لااقل ضد نتانیاهو هم این موقعیت رو در ذهن او نوعی تثبیت کرده که جمهوری اسلامی از اون استفاده برده. ولی این بازی نیست که آقای میبودی بتونه به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی برسه. از هر دو آقایون سوال دارم. به نظر میسه دفعات قبل خب غربی ها متهم میکردن جمهوری اسلامی رو به این که میخواد زمان بخره، اما این بار من احساس میکنم این کشورهای مذاکره کننده هست که میخوان زمان بخرن. یعنی فکر میکنن که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی زیر فشار شدیده، در نتیجه میخوان آخرین فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیارن، در نتیجه به زمان احتیاج دارن. آیا این درسته این برداشت من آقای دایی؟ عرض کنم که خب به خاطر اینکه تحریم ها داره انجام میشه و جمهوری اسلامی تحت فشاره، طبیعتا اینها کارت برنده رو دارن، میدونن شرایط کشور چجوریه، مردم در آستانه شورشن از گرسنگی و فقر، بنابراین اهرم دست ایناست. اما یه نکته رو هم من اضافه بکنم در اینکه چرا اون مالی خولیای اونها انجام نشدنیه، همونطور که آقای دکتر تقی‌دادم اشاره کردن، اینه که من فکر کنم برداشت اینها از جامعه آمریکا، جامعه سیاسی آمریکا اشتباهه. درسته در آمریکا اختلاف هست، در یه طرف طیف هستن کسانی که به شدت ضد اسرائیلی هستن، طرفدار مماشات با جمهوری اسلامی هستن، تا یه طرف هم کسانی هستن که احتمالا به شدت طرفدار اسرائیل و طرفدار مقابله حتی نظامی هستن. ولی برایند اونها اون چیزی که میشه که من اعتقاد دارم خود آقای اوباما هم هست، خط قرمزهای جدی دارن و اون دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستی و حتی قابلیت تولید سلاح هستی که جمهوری اسلامی به اون نقطه برسه که هر لحظه خواست بمب رو تولید بکنه، باجش رو از دنیا بگیره، تهدید بکنه ولی بمب هم نسازه، یعنی امتیازاتشو بگیره هیچی هم نده. نمیکنن و این تحریم ها هم فقط ناشی از فشار اسرائیل نیست، این اشتباه غلطیه که اینها میکنن. دومی که ببینید هدف جمهوری اسلامی که به اون نقطه برسه که بتونه غنی سازی بکنه، سانتریفیوژ هم داشته باشه، هم موقع هم تصمیم گرفت بازستان رو بیرون کنه مثل سناریوی کره شمالی، بمب رو بسازه، نمیده، کنگره نخواهد گذاشت، این تحریما رو بر نخواهند داشت. این رو باید بفهمه جمهوری اسلامی. حرف ظریف و نمیدونم حلقه نیویورک و صادق خرازی اینا رو بعد بریزه دور، اینا رو بریزه تو سطل. اگر تصور میکنه، البته خامنه این فکر میکنه که اصلا دنبال این حرفا نیست، ما با نیروی قدس و سپاه قدس میتونیم حرفمون رو پیش ببریم، اما مجموعش اینه که ببینید الان تحریک مطرحه اینه که باید مدل آفریقای جنوبی رو برن، یعنی یه کلام مثلا یه نمونهش بیان بگن آقا شفاف سازی، بسیار خوب، این سانتریفوژا رو کجا ساختی تو ایران؟ به ما توضیح بده کجا اینا رو درست میکنی؟ از کجا اورانیوم اینها رو وارد کردی؟ اینا که ممنوعه که، از کدوم کشور خریدی؟ از کدوم قاچاقچی این مواد خریدی؟ دونه دونه شفاف سازی، یعنی مدل آفریقای جنوبی همه رو در بیارن. این که هی ظریف میگه آقا گذشته رو فراموش کنیم، به فتوای آقای خامنه‌ای توجه کنیم که مخالف بمبه، نه خیر، اینها تا صفر صفر نکنن. حتی گری سیمور مشاور آقای اوباما تا همین یک ماه دو ماه پیش ایشون حرفی که زد در مصاحبه دیروز، گفته ما لااقل در کوتاه مدت باید ماورای پروتکل الحاقی بازرسیامون انجام بدیم، یعنی همه جا رو میخوان بازدید کنن، صرف صرف کنن. این چه خواب و خیالیه که اینا فکر میکنن میتونن به قول ظریف با بازی کردن کارتای برندشون آمریکا و اسرائیل رو یک جا شکست بدن؟ این توهمات مالی خولیاییه. آقای دکتر تقی‌زاده به نظر می‌رسه این بار غربی‌ها دنبال خلیج زمانن. طبیعتاً اون طرف ماجرا واقعیتی است که شما بهش اشاره کردید. به نظر من زمان به سود جمهوری اسلامی نیست، یا اگر که جمهوری اسلامی و مردم رو در یک کاسه قرار بدیم زمان به نفع ایران نیست. حالا به هر حال حاکمیتی که در ایران هست طبیعتاً در نتیجه مرور زمان این زیان رو بیشتر از پیش تحمل خواهد کرد، این و این زیان کمی نیست. ببینید آقای میبودی، از وقتی که اینها تحریم‌های یک ساله رو بخصوص در طول دو سال گذشته، یک جانبه رو در طول دو سال گذشته اجرا کردن، به یک اهرم تازه دست پیدا کردن که این اهرم تازه با هزینه خیلی کم جانشین اهرم قدرتمندتر و پرهزینه‌تری شد، یعنی جنگ. آمریکا نه مایل در وضعیت فعلی، شاید نه قادر مبادرت به جنگ برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران. حق کاملا به جانب آقای دایی است.
دنیای خارج، غرب، همسایگان ایران اجازه تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک نیروی نظامی اتمی رو نخواهند داد. این بازی که تبلیغ میشه، این حق ملی برای توسعه صنایع غیر نظامی اتمی است، یک دروغ بزرگه. اگر فرض محال این تلاش ها برای رسیدن به توافق به نتیجه رسید که بخشی از خواسته های غرب این است که تعداد سانتریفیوژ ها رو کم بکنن، در وضعیت فعلی آقای دایی هم اشاره کردن 19,000 تا سانتریفیوژ در ایران وجود داره که قطعاتش عموما از خارج آمده، تعدادی از قطعات در طول سال گذشته در ایران تولید کردن، در حدود 8 یا 9,000 تا از این سانتریفیوژ ها هنوز گاز اورانیوم بهش تزریق نشده یا اصلا نصب نشده یا به صورت گاز با گاز برای آزمایش هم مورد استفاده قرار نگرفته. 11,000 تا 12,000 تا سانتریفیوژ کار میکنن، ولی خواسته غرب این است که این تعداد کاهش پیدا بکنه، مثلا برسن به 5,000 تا. حالا اگر این مرز توافق باشه و این رو جمهوری اسلامی بهش گردن بگذاره، باید به یک پرسش ساده مردم پاسخ بده که شما با این 5,000 سانتریفیوژ چند سال باید کار بکنید تا بتونید سوخت لازم برای حتی یک راکتور رو تامین بکنید. شما میگید که ما کارمون نظامی نیست، ما کارمون خصوصی است، میخوایم برق تولید کنیم، اینم حق ملی ماست. به مردم باید توضیح بدید این برنامه ماست، میخوایم برای شما برق اتمی درست کنیم، 5,000 سانتریفیوژ هم قبول کردیم داشته باشیم و یا اونها اجازه دادن به ما داشته باشیم. با اینا چند سال باید کار بکنید تا سوخت یک راکتور در اندازه راکتور بوشهر رو تامین بکنیم. 5 سال پیش روس‌ها به ما بیش از 110 تن سوخت اورانیوم تحویل دادن برای مصرف در راکتور بوشهر، پولش هم بر حدود 100 میلیون دلار بوده. الان ما روزانه 500 میلیون دلار زیان می‌بینیم، روزانه، نه برای مصرف یک سال، 500 میلیون دلار، 5 برابر پولی که برای خرید سوخت به روس‌ها 5 سال پیش تحویل داده شد و این سوخت حالا ذخیره شده، روزانه 500 میلیون زیان میدیم. و حالا این 500 میلیون رو چقدر باید ادامه بدیم تا برسیم به مصرف سوخت یک راکتور؟ بیش از 70 سال. این آیا حرف عاقلانه است که ما این زیان رو به مردم تحمیل بکنیم 70 سال دیگه با این 5000 سانتریفیوژ فقط برسیم به ظرفیت تولید سوخت برای مصرف در یک راکتور؟ بنابراین این معلومه که دروغ بزرگه، معلومه که این کلاهی است که سر مردم میخوان بگذارن، این معلومه. و مردم هم احمق نیستن، درسته که فرصت گفتگو به اونها داده نمیشه، درسته که این بحث در رسانه‌های تحت کنترل دولت در ایران مطرح نمیشه، ولی مردم به هر حال میشنون و این دو تا چهار تا سختی نیست. دامنه. و اگر این توافق صورت گرفت، اون وقت چطور بایستی این جمهوری اسلامی با این آقای ظریف ظاهرالصلاح میخواد این معامله رو حالا به حاکمیت فروخ، به مردم چطوری میخواد تبلیغ بکنی؟ کاملا. خب آقای دایی، فرض بر این بگیریم، چون امکان داره مثلا این پولی که فریز کردن آمریکایی‌ها در جمع در کل جهان 50 تا 60 میلیارد دلار باشه، به این حساب ما روزی 500 میلیون داریم زیان میکنیم. حتی تمام این پول رو اگه به ما بدن میشه زیان 100 روز. و این بادکنکی است که امروز هوا کرده نیویورک تایمز اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا داره بررسی میکنه که پولهای فریز شده رو آزاد بکنه. نظرتون میخواستم در این زمین که اولا رقم چقدره، رقم واقعی چقدره؟ والا چون مرتب داره به ایران، جمهوری اسلامی به چین و هند و کره و اینها و ژاپن میفروشه کماکان نفت، من فکر کنم بالا و پایین میره، ولی یه چیزی حدود 50 میلیارد دلار در خارج بوده. من یه نکته بسیار مهمی که دکتر تغزاده اشاره کردن رو باز هم تاکید بکنم، این بحثی که بارها کردیم بسیار نکته مهمیه که ببینید در این داستان برد وجود نداره. اگر بخوان سازش بکنن، تای خطش همینه که باید یه 2-3 هزار سنتریفیوژ بذارن اونجا، مرتب هم مواظب باشن که مثلا 100 کیلو بیشتر غنی نکنن، یعنی کاری بکنن جمهوری اسلامی نتونه بمب تولید بکنه. اون موقع باید پاسخ بدن که ما از دوره میرحسین موسوی که نخست وزیر بوده تا کنون به گفته سعید لیلاس از نان مردم گرفتیم، خرج این برنامه کردیم، نتیجه چی شده؟ چند هزار سانتریفیوژ قرازه با چند صد کیلو اورانیوم غنی شده که به هیچ دردی نمیخوره. بنابراین این یک. دوم، نکته دومی که می‌خواستم اشاره بکنم اینه که ببینید تبلیغات دروغ مردم ایران به هیچ وجه فراموش نخواهند کرد،
همونطور که قدردانی خواهند کرد از کسانی که حقیقت رو میگن، فراموش هم نخواهند کرد کسانی که تحت هر نامی مبارزه با اسرائیل، مبارزه با آمریکا، غرور ملی از این حرفا به این برنامه ضد ملی خدمت کردن. بگذریم از محافل مماشات که در این سالها ده ها نظر سنجی تولید کردند که 95% مردم ایران طرفدار برنامه هسته‌ای هستند. همین چند ماه پیش نظرسنجی درست کرده بودند که به مردم ایران گفتیم شما موافق اینی که غنی سازی رو ادامه بدیم یا نه تحریما رو برداریم؟ گفتن نه، ما حتی اگه تحریم و جنگ هم باشه باز غنی سازی ادامه پیدا کنه. اینایی که محافل مماشات، اونایی که این وسط خدمت رسونن به برنامه هستی، مردم نخواهند بخشید. اما راجع به این پول، این یه صدقه است که میخوام بدن، یعنی پول خود جمهوری اسلامی رو بلوکه کردن. چرا؟ اتفاقا پیشنهاده این پیشنهاد رو که جمهوری اسلامی یه سری امتیاز بده، چون هدف جمهوری اسلامی اینه که ما یه سری امتیاز میدیم ولی به اصل برنامه دست نمیزنیم، سعی میکنیم توی این ساختمان تحریم ها شکاف ایجاد بکنیم. معتقدن که اگه شکاف ایجاد شه، این کمپانی های نفتی که بریزن توی ایران، کل تحریم ها فرو خواهد ریخت، دیگه نمیتونن این ساختمون رو بنا کنن. حالا این پیشنهاد رو که از پول خود جمهوری اسلامی بهش فعلا یه صدقه بدیم در مقابل کاری که خواهد کرد، این رو مارک دوبوویتس رئیس بنیاد دفاع دموکراسی، که اتفاقا خود اینها بیشترین تحریما علیه جمهوری اسلامی رو در کنگره آمریکا طرح و حمایت و به تصویب رسوندن، خود ایشون مطرح کرد، گفت آقای اوباما میخواد یه چیزی در مقابل به جمهوری اسلامی بده، احتیاج نیست تحریما رو دست بزنیم، این ساختمان رو دست نزنید تا لحظه آخر که جمهوری اسلامی صفر صفر کنه. فعلا از این پولایی که خارج داره یه مقداری رو اجازه بدید بتونه از سیستم بانکی استفاده کنه، به غیر از چین و هند که اسباب بازی و سنگ قبر میخره، بتونه مثلا در کشورهای دیگه هم یه سری خیرهای دیگه بکنه. صدقه ایست که میخوان بدن. این رو باید درک بکنه جمهوری اسلامی که اهرما کجاست. راستین با آگهی ها فقط به من بفرمایید که رقم همینه، شما اطلاعات در شما همین چیه؟ حدود فقط یک بود دیگر آقای میبودی من به کوتاهی بهش اشاره بکنم در تکمیل مطالبی که آقای دایی گفتن. این پولیست که متعلق به مردم ایران و دولت نماینده گرفتنشه، مال خود اونهاست. ولی چرا حالا تو روزنامه ها مطرح میکنن؟ چون میدونن روحانی با همه این وضعیت در داخل با حاکمیت در تنش هست و هنوز حمایت همه اصولگراها رو نداره، بهش به نوعی اهرم تبلیغاتی میدن. دست اون رو میخوان در هماهنگ کردن جبهه داخلی پیش از رسیدن به میز محاکمه معامله تقویت بکنن. تبلیغ میکنن که آقا این پول رو ما آزاد میکنیم. خب روحانی هم این رو در افکار عمومی میتونه بفروشه. 50 میلیارد دلار دارایی های ایران آزاد میشه، در حالی که این دارایی است که متعلق مردم ایران است، ولی تبلیغش فقط در جهت تقویت دست دولت روحانی پیش از رسیدن به مذاکرات ماه نوامبر. خب کاملا درست. از بازارچاگی عبور میکنیم با دو شخصیت برجسته، آقای دکتر رضا تقی‌زاده استاد علوم ارتباطات پیشین در دانشگاه گلاسکو و آقای حسن دایی پژوهشگر و محقق سرشناس سیاسی که واقعا اطلاعات گسترده ای داره درباره این قدرت میانجی در ایالات متحده آمریکا، یعنی لابی ها. برمیگرد. آگهی استخدام به یک خانم فیزیشن اسیستنت یا نرس پرکتیشنر با لایسنس معتبر کالیفرنیا به طور نیمه وقت یا تمام وقت احتیاج است. تلفن 818-317-3236. دریافت گرین کارت آمریکا در کمتر از یک سال برای اولین بار با $500,000 سرمایه گذاری در مجموعه لوکس 5 ستاره پال در فلوریدای آمریکا. از این فرصت طلایی استفاده کنید، چون پالم برای اولین بار درهای خود را بر روی سرمایه گذاران ایرانی گشوده است، با بیش از 200 کیس موفق از خانواده هایی که گرین کارت دریافت کردند. با اطمینانی بالا در یک پروژه استثنایی شریک باشید. همچنین از مزایای باور نکردنی گروه پالم، استفاده از هواپیما، کشتی اختصاصی و تانکر لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با مشاوران فارسی زبان ما تماس بگیرید. هم
هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم میتوانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگهای جدید با زیباترین پارچه‌های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی، جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خوابهای ساخت ایتالیا را با قیمتهای باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74. از این موقعیت استثنایی بازار ملک و پایین بودن بهره‌های بانکی استفاده کنید. قیمت‌های ملک در چند دهه گذشته با وجود طوفان‌های اقتصادی چون ریسشن، ضایعات طبیعی، جنگ‌های گوناگون مخصوصاً سیاست‌های غیرمسئولانه دولتمندان چند برابر شده است. در کالیفرنیا قیمت متوسط ملک در 40 سال گذشته به 10.5 برابر رسیده و این افزایش را در اکثر کشورهای جهان مشاهده می‌کنیم. مسئول ریاضتی یکی از پرتجربه‌ترین مشاورین املاک در آمریکا که متقاضیان بسیاری را از بیش از 37 کشور جهان در جنوب کالیفرنیا به خصوص شهر ساحلی و زیبای سان دیگو صاحب خانه کرده، در خدمت شما هموطنان عزیز است. تلفن 619-889-7990 mriazati@aol.com. آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتباً در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 و یا 415-656-5178. پولتون رو با زحمت به دست آوردید؟ میدونیم. قیمت دلار بالاست و روز به روز بالاتر میره، این رو هم میدونیم. مهاجرت به یک کشور غریب ریسک داره، صد البته. به دنبال موفقیت و زندگی بهتر برای خود و عزیزانتان هستیم، خب این طبیعیه. ما با دونستن و درک حقایق و شرایط و ریسک مهاجرت یکی از بهترین راه ها رو پیش پای شما میگذاریم. ما مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری رو به شما توصیه میکنیم. ما EB-5 رو به شما پیشنهاد میکنیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با من آزیتا شیرازی با تلفن 818-806-000 تماس حاصل فرمایید. دنبال میکنیم برنامه رو آقای دکتر رضا تقی‌زاده که از راه دوست عزیزم خیلی خوش آمدید. متشکرم آقای می بودیم. ما یه 30 سالی هم دیگه رو ندیدیم. دیگه بیشتر نکنین که به سن سال ما هم به همون نسبت بالا میره. خب آقای دایی عزیز اون سوی خط. خب دوستان، آقای دایی عزیز، من فکر می‌کنم یه سال شما از آقای تقی‌زاده مطرح، یه سال کلیدی ایشون، یه سال کلیدی از شما مطرح، با شما در میان میزن. سرابا گوشی. بعد من خواستم نظر دکتر تقی‌زاده رو بزنم. برای چی فکر میکنن که اینها به صورت نگفتن جزئیات طرح و طرحی که پیشنهادی ظریف رو مطرح نکردن؟ میدونیم که تو آمریکا بالاخره آقای اوباما یعنی کاخ سفید حتما بریف خواهد کرد، توضیح خواهد داد، هم به کنگره قراره دیدار بکنن، با اعضای کنگره دیدار بکنن که اونا تحریم‌های جدید نکنن. با اسرائیل هم 100% مورد مشورت خواهد گرفت. گری سیمور مشاور ارشد آقای اوباما گفت ما بعد از هر دیداری که سر مذاکرات تصحیح بود بلافاصله اسرائیل، عربستان و ترکیه رو با جزئیات در جریان می‌گذاشیم. بنابراین می‌خواستم نظر دکتر تقی‌زاده رو بدونم که چرا جمهوری اسلامی این بار اصرار کرده ظریف که مخفی بمونه، بازار شایعات درش کردن به این روزنامه اون روزنامه باز بشه.
حق با جناب دایی است. هیچ کدوم از مفاد مذاکراتی که به خصوص در طول دو سال گذشته ایران با گروه 5+1 یا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته، نکته پنهانی درش نمونده. همه جزئیات پیشنهاداتی که داده و ستانده شده الان موجوده و جزء اسناد طبقه بندی شده به هیچ وجه نیست. من تصورم، گمانم این است که آقای ظریف در نیویورک وعده هایی به آمریکایی ها داده که اون وعده ها با اونچه که حاکمیت جمهوری اسلامی بهش مأموریت داده تفاوت میکنه. میزان این وعده ها خیلی زیادتر از امکانات عملی دولت برای دادن به گروه 5+1 برای رسیدن به توافقه. اونچه که به صورت پرزنتیشن آقای ظریف در جلسه اول مذاکره با گروه 5+1 مطرح شد، شاید میانگین فرصت‌هایی بوده که حاکمیت با آقای ظریف داده و وعده‌هایی که آقای ظریف در آمریکا طی 11 روز اقامتش در نیویورک به آمریکایی‌ها داده. طبیعتاً وقتی که این نکات به صورت آشکار مطرح میشه، فرصت چانه‌زنی‌های بعدی رو میگیره. جمهوری اسلامی میدونه که در این مرحله همه اون چیزهایی که میخواد نمیتونه بگیره و همه اون چیزهایی که طرف از اون میخواد نمیتونه بده. بنابراین وقتی که این قضیه رو به صورت آشکار مطرح میکنه، فرصت مطرح شدنش در داخل جامعه، در مجلس و دادن وسیله، ابزار دست به دست مخالفان فراهمتر از پیش میشه. اگر آقای کوسری حالا این رو به گمانه واگذار میکنه و خط قرمزهاش خط قرمزهای یک جانبه است، وقتی که فکت ها رو روی میز دید طبیعتاً به اونها حمله خواهد کرد. من اعتقاد ندارم که حکومت جمهوری اسلامی گوش به فرمان مطلق علی خامنه ای است. طبیعتاً عواملی در داخل حاکمیت حرفای خودشون رو میزنن، حتی اگر فرمان یا حکم حکومتی هم صادر شده باشه نظر خودشون دارن و به همه هم نمیشه دونه دونه تکلیف کرد که آقا یا ساکت بشو یا این نسخه ماست. بنابراین وقتی که موضوع مذاکرات به صورت آشکار مطرح میشه، طبیعتاً عواملی که در درون حاکمیت با این طرز فکر آشنا نیستن فرصت بیشتری پیدا میکنن برای خونسا کردن تلاش‌های دولت. خب این کار سخن آقای ظریف در واقع نوعی دعوت کشورهای 5+1 که به سانسور جزئی معنی نداره. طبیعتاً حالا میخوام ببینم با توجه به وضعیتی که خود این کشورها دارن یا همه کشورهای دموکرات، امکانی چنین چیزی هست که بشه سانسور کرد مجموعه معاملات رو؟ نه، همین حالا جزئیات طرحی که ایران تسلیم کرده در روزنامه هست، وال استریت جورنال، نیویورک تایمز و چند سایت خبری جزئیات طرح آقای ظریف رو در دو بخش مطرح کردن. قرار است که زمان یک ساله صرف این کار بشه، در دو فرصت شش ماهه اینها به توافق کلی برسن و در پایان سال، یعنی 12 ماه بعد از مذاکرات، این توافقها تکمیل بشه. ولی در شروعش یک پیش شرطهایی در بخش اول هست که این رو در بخش دوم تصویبش رو موکول به اون کردن. مثلا در کلیات بدون اینکه روی کاغذ بیاریم، شما با به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم با ما موافقت اصولی بکنید. این هنوز بردن مطلب روی کاغذ نیست، ولی گرفتن توافق اصولی از طرف مذاکره است. ولی من هنوز اعتقاد ندارم که این مذاکرات حتی در یک ساله به نتایج لمسی برسه، برای اینکه ابعاد حقوقی این ماجرا اونقدر پیچیده است که در یک سال و در بضاعت آقای روحانی و دولت او به نظرم نمیرسه باشه. سال کلیدیتون از آقای حسن دایی چه سالی داری؟ سال من شاید کلیدی نیست، ولی با توجه به پیگیری نزدیکی که آقای دایی از مسائل ایران میکنن و نمیگم که ایشون معتقد به تئوری توطئه هستن، ولی جزئیات وقتی که به صورتی مطرح میشه در مطالب ایشون که بقیه شاید کمتر این مطالب رو در رسانه‌های عادی میبینن یا در گزارش‌های متعارفی، خب طبیعتاً شاید یک نسبتی به این توطئه زیر پوست شهر هم میتونه واقعیت پیدا بکنه. حالا با این پیگیری‌ها در مورد جزئیات اقداماتی که دولت آقای روحانی صورت میده، نظر ایشون در مورد ماه عسلی که هنوز دولت روحانی با مردم داره و ماه عسلی که دولت روحانی با غرب داره کی به پایان میرسه؟ عرض کنم که من فکر میکنم که این نکته کلیدیش همین مذاکرات هسته‌ایه، چون بالاخره اینا باید یه چیزی بدن. آقای اوباما باید یه چیزی بده، همش که حرف که نمیتونن بزنن. اوباما برای اینکه کوچکترین چیزی که بده الان تو داخل آمریکا باید به کنگره توضیح بده، هیچی مخفی نخواهد مون.
بنابراین جمهوری اسلامی باید یه چیز جدی بده، یه چیزی هم بگیره. آیا قادره؟ ما دیدیم که وقتی که جمهوری حسن روحانی 5 دقیقه تلفنی صحبت کرد که دیگه در اینجا کم حدود عده قش بکنن از خوشحالی، دیدیم که هنوز پاش به تهران نرسیده بود، با لنگ پرتاب لنگ کفش ازش استقبال شد، آخرش هم کیهان با چیزایی که نوشت ظریف و فرستاد به بیمارستان. بنابراین دست به ساز همطور که اشاره فرمودید، دست ظریف و روحانی بسیار بسته است، باید به طور جدی ماده بدن. خامنه‌ای به اینا اجازه داده برید جلو هر کاری خواستید بکنید، تا جایی که من این چیزی بگیرم خوبه، ولی من چیزی نخواهم دادم، که دیدیم در رابطه با آمریکا حرفی هم که میزنن میگن ما مدیریت دشمنی با آمریکا بکنیم، ما دنبال رابطه نیستیم، که در برنامه هستی هم میخوان همون چارچوب رو برن. برای من اعتقاد دارم این ماه عسل به چندین فاکتور بستگی داره: تحولات داخل آمریکا، تحولات منطقه، تحولات داخل ایران، اختلافاتی که بین همه این فاکتورها عمل خواهد کرد، ولی نکته کلیدیش برنامه هسته‌ای که بتونن بالاخره یکی از این کمپانی‌هایی که پشت در وایساده، که نمیدونم از شل و توتال و اینها، یک کدومشون وارد ایران میتونن بشن؟ آیا پولی به جمهوری اسلامی میتونن بدن؟ میتونه نفت رو راحت‌تر بفروشه؟ بالاخره از یک جا باید بازشه. همش گفتار درمانی و دیپلماسی لبخند، نه اقتصاد مملکت رو تغییر خواهد داد، نه در خارج تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین همه اینها باید برسه آخر آخرش. تفاوتش هم با سال 2003 و قبلش اینه که نمیتونه برای مدتی طولانی باشه، اینه که بالاخره باید یه چیزی بدن، یه چیزی هم بگیرن، وگرنه این اقتصاد ویران کشور اینو میخواد چیکارش کنن. حرفی که به نظر من در پاسخ به دکتر تغییرزاده، این حرف صادق زیبا کلام که 2 ماه پیش زد، گفته تمام امیدایی که به روحانی بسته شد و در خیابان‌ها شعار و نمیدونم جشن و رقص و شادی در آمریکا، در ایران، در اروپا، همه اینا منوط به اینه که وضع اقتصادی مردم بهتر بشه. برای اینکه وضع اقتصادی مردم بهتر بشه، باید در تحریم‌های شکافی ایجاد بشه، یه تکانی بخوره. برای این کار باید در مذاکرات هسته‌ای به توافقاتی برسیم. بنابراین همه اینها برمیگرده به اینکه آیا جمهوری اسلامی حاضر یه چیز جدی توی مذاکرات، یه چیز جدی بده تا یه کمی فشارش کم بشه یا نه. خب همین رو عزیزم، میریم به سراغ سارا خانم. دوستان عزیز ما گوش کنن به پیشنهاد مشاور رئیس جمهور کارتر. او معتقده که تعلیق در برابر تعلیق، یعنی حتی اگه قراره که تحریم ها برداشته بشه یا حذف بشه، این تبدیل بشه به نوعی تعلیق تحریم ها. ببینیم جمهوری اسلامی چه میکنه. خواستم از سارا خانم تقاضا بکنم که حتما کوتاه شده یه مطلب رو بگن، وقت زیادی. سارا خانم درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی و درود به دکتر تغییرزاده پرکار بسیار گرامی. قربان شما خانم. همین سفری ایران. که تشریف آوردن، در حین سفر یک مصاحبه با بی بی سی داشتن، یک مصاحبه با رادیو فردا، یک مقاله برای رادیو فردا و 2 برنامه یاران. بله کاملا. آقای دایی هم با ما هستن. الو درود به آقای دایی. قربان شما. خب سارا خانم، من خواهش میکنم که کوتاه شده گزارش رو بخونید، وقت زیادی نداریم، در چند دقیقه که نظر دوستان را جویا بشه. سعی میکنم سریع گزارش رو بگم. دکتر آماتای اتسیونی، مشاور ارشد دولت جیمی کارتر و صاحب نظر و پروفسور استاد دانشگاه های هاروارد، کلمبیا، برکلی، جورج واشنگتن، نویسنده کتاب های متعدد من جمله سیاست خارجی امریکا بعد از حقوق بشر و هاتسپات، آخرین دیدگاهش رو در مورد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و 5 به علاوه 1 در نشنال اینترست منتشر کرده که فرازهایی از اون انتخاب امروزه. می نویسه برخلاف سوریه که مشخص نیست باید طرف کدام جناح شورشی رو گرفت و یا مثل که هیچ کس طرح و برنامه مشخص و شفافی مطرح نمی کنه، اما چنین به نظر می رسه که شرایط در جمهوری اسلامی کاملا روشنه. هیچ عقل سلیمی نمی خواد پیشنهادی رو که دولت حسن روحانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای شده رد کنه. روحانی مدعیه که برنامه هسته‌ای رژیم ایران کاملا صلح‌آمیزه و جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای تولید تسلیحات هسته‌ای داره و نه خواهان اونه. تنها خواست دولت او لغو تحریم هاست. پروفسیونی می نویسه البته نگرانی مشروع که رژیم تهران به دنبال خرید وقته تا برنامه های هسته‌ایش رو تکمیل کنه وجود داره و این نگرانی صرفا شامل کشورهای غربی نمیشه. کشورهای منطقه هم
تصویر شفافی از برنامه هسته‌ای رژیم تهران ندارن و از این جهت نگرانن. به هر حال چه روحانی گرگی در پوست میش باشه یا فرشته صلح یا یک ملای خندان، در مصاحبهش با واشنگتن پست میگه جمهوری اسلامی خواهان حل و فصل مسئله هسته‌ای در ظرف چند ماهه. تنها راه به جلوست که در یک جدول زمانی مذاکرات دنبال بشه و پرونده هسته‌ای رسیدگی به شما بسته بشه و این تصمیم منه هر چه کوتاه‌تر برای همه سودمندتر خواهد بود. حل این مشکل مستلزم چند ماهه نه چند سال. پروفسور تیانی می‌نویسه خب هر چه زودتر بهتر، کسی با اون مخالفتی نداره. به نظر میرسه برداشت قدم بعدی هم آسان بدون مشکل باشه. اگه جمهوری اسلامی چیزی برای پنهان کردن نداره، دلیلی وجود نداره که با بازرسی بازرسان آژانس از مناطق تأسیسات مورد نظر استقبال نکنه و از مصاحبه با متخصصین و دانشمندان هسته ایران با بازرسان جلوگیری کنه. تا چنین بازرسی گسترده انجام نشه، به پرسش ها و خواسته های آژانس پاسخ های لازم داده نشه، هیچ تحریمی نباید لغو بشه. دولت روحانی باید نشون بده که تا چه میزان مشتاق حل و فصل برنامه هسته‌ای در طول چند ماهه. در اون صورت به نقل از کنت پالک، بعضی از تحریم ها رو میشه معلق کرد تا قدم بعدی برداشته بشه. پروفسور تیانی تعلیق تحریم ها رو توضیح میده، میگه فرق بین تعلیق تا لغو کردن تحریم ها که در صورت عدم رضایت کشورهای 5+1 از پیشرفت مذاکرات به اجرا در آوردن تحریم های معلق شده، نیاز رجوع دوباره به شورای امنیت سازمان ملل نخواهد. آقای دایی نظرتون؟